کریسمس برای خیلی ها جشن و خوشحالیه برای خیلی از مردم دنیا اما گاهی اوقات هم گره میخوره به یک پرونده جنایی وحشتناک با من همراه باشید سلام، من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که چهره من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی. پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید. خیلی بیشتر از این لفتش نمیدم میخوام برم سراغ پرونده امروز که مربوط میشه به حال و هوای کریسمس کریسمس سال 2014 قراره بریم به انگلستان و یک پرونده رو توی اون منطقه با هم دیگه بررسی بکنیم کسی که قرار راجبش صحبت بکنیم سمینا امامه حقیقتش من نتونستم ملیتش رو پیدا بکنم اما خب مشخصه که احتمالا اصل و نسبش برمیگرده به یکی از کشورهای عربی اما خب ساکن انگلستان بوده خانوادهش هم اونجا زندگی میکردن و سالهای سال بوده که اینها اونجا ساکن بودن سمینا زمانی که داریم صحبت میکنیم سی و چهار سال است خیلی زن پر جنب و جوشیه تنها زندگی میکنه خیلی اهل خانواده است خانوادهش خیلی دوستش دارن هر مشکلی که دارن باهاش مشورت میکنن از این آدم هایی که خیلی شور میده به زندگی خیلی خوشبینه به زندگی یک نکته ای رو توی پرانتز بگم خیلی ها میدونم همین الان دارید تایپ میکنید که چرا همه آدم هایی که اول ویدیو هات میگین آدم های خوب و سرزنده و مثبتین حقیقتش اینه که هیچ کدوم اینا رو من از خودم نمیگم همه رو از منابع انگلیسی زبان ترجمه میکنم و خب نکته اینه که توی همه اینا از این آدمو تعریف شده من هیچ وقت نمیام از خودم بگم که آدم خوبی بوده آدم باهوشی بوده آدم خوشبینی بوده عموما این مطالب هم به خاطر صحبت با دوستا و فامیل جمع شده و همه اینها هم مثبت میگن حقیقتش چیزی دست من نیست برم سراغ ادامه پرونده خیلی آدم خوبی بوده آدم مثبتی بوده همه دوستش داشتن زندگی خوبی هم داشته توی فروشگاه کاسکو کار میکرده توی همون انگلستان و یکی از مدیرهای درجه بالا بوده زندگی خوبی داشته خوب پول در خوب خرج می کرده این بوده که خوش بگذرونه و همه چیز براش عالی بوده اما یک نکته وجود داشته اون یک چیزی رو سالها پنهان کرده بوده از دوستاش، خانوادهش، همکاراش و این بوده که اون دو سال در یک رابطه عاشقانه ای بوده و این رابطه عاشقانه کاملا پنهانی بوده یعنی فقط خودش میدونسته اون آدمه دلیلش همینه که اون با راجر کوپر یک ساله در ارتباط بوده که اون هم یکی از مدیران کاسکو بوده و خب ارتباط عاشقانه هر نوع رابطه عاشقانه در محیط کار مخصوصا در لول مدیران توی این مجموعه ممنوع بوده فکر میکنم توی خیلی از شرکت ها ممنوعه ممنوع بوده و اینها میدونستن که اگر کسی مطلع بشه از اینکه با هم در ارتباطن هر دو کارشون رو از دست میدن و از اونجایی که هر دو کار خیلی خوبی داشتن موقعیت خیلی خوبی داشتن اصلا دلشون نمیخواسته که این اتفاق بیفته خب از همه پنهان کرده بودن اما علاوه بر این قضیه که اینها نباید توی محیط کار با هم وارد ارتباط می یک نکته دیگه هم وجود داشته این جناب راجر کوپر یک دوست دختری داشته که اصلا با هم زندگی می به اسم سوزان و رسمن این خانم سمینا دوست دختر دومش بوده سمینا خبر داشته از سوزان و از همون اول ارتباط هم خیلی رفته بوده تو این ژانر راجر که من با اون میخوام ارتباطم رو قطع بکنم من تو رو دوست دارم اون ارتباطی نیست که من دلم بخواد توش بمونم ما اصلا با هم صمیمی نیستیم ما اصلا با هم خوب نیستیم حالا تو با من باش من با اون ارتباطم رو قطع میکنم و هی مدت طولانی این رو تکرار میکرده کم کم هم رابطه عاطفی اینها عمیق شده بوده و به واسطه همین هم مونده بوده سمینا باهاش دیگه ولی خب همچنان توی تمام مراحل راجر میگفته که من قصد دارم رابطم با سوزان رو قطع بکنم خب به نظر میاد که الان یک طرف یک خیانتیه دیگه سمینا اما سمینا خبر نداشته که یک نفر سومی هم وجود داره و این آقای راجر کوپر از این موضوع که توی محیط کار نمیتونن بگم که با هم استفاده کرده بوده و با یکی دیگه از مدیرهای کاسکو هم وارد ارتباط شده بوده و رسما سه تا دوست دختر رو داشته مدیریت میکرده خیلی خیلی موقعیت عجیبی من نمیدونم چطور آدم میتونن یه کاری بکنن تو با سه تا زن در ارتباطی نهایتا اون وسط مثلا همه از یکیش فقط خبر دارن احتمالا همه سوزان رو میدونستن سوزان هم که اون دوتا رو نمیدونسته و به همه هم داری دروغ میگی یعنی فکر میکنم فقط مهارت دروغگویی آدم هاست که میتونه به اینجا برسونتشون تو خیلی دروغگوی حرفه ای هستی که همزمان سه تا دوست دختر داری خب همه اینها رو مدیریت میکرده رابطش با سمینا رو هم این شکلی پنهان کرده بوده که اینها تو محیط کار که نمیگفتن بیرون هم به واسطه اینکه که ممکن بوده دوست سوزان اینها رو با هم ببینه یا یکی از همکاراشون اینها رو با هم ببینه هیچ وقت با هم دیگه قرار بیرون نمیذاشتن هر وقت میخواستن هم دیگه رو ببینن یا میرفتن بیرون خارج شهر یک جایی مثلا توی که شهرهای اطراف با هم قرار میذاشتن یا هتلی موتلی جایی یا اینکه میرفت خونه ی سمینا و به واسطه این هیچ کس از رابطه اینها مطلع نشده بود از جمله اون یکی مدیره که انگار از خود راجر هم بالا دست مدیر ارشدش بوده اون هم مطلع نشده بود که اینها با هم در ارتباطن اواخر سال 2014 سمینا از این موقعیت خسته شد از این وضعیتی که همیشه قایمکیه آدمی که باهاش در ارتباط نمیتونه همیشه پیشش بمونه این نکته رو بگم که من هیچ طرفداری از طرفین خیانت نمی کنم ها از نظر من کار سمینا کاملا غلطه که وارد که ارتباطی شده که میدونه زن دیگه درش وجود داره و از همه رفتارهای اون بدتر آدمیه که داره همزمان با سه نفر در ارتباط و به همشون داره خیانت میکنه یعنی کار راجر هم وحشتناکه یه وقت از حرفای من این برداشت نشه که صرفاً چون موقعیت اینها رو توضیح دادم منظورم اینه که مثلا از اینا دفاع میکنم نه اون هم طرف یک خیانتی بوده برگردم سر داستان اواخر سال 2014 دیگه میبره سمینا و التیماتوم میده به راجر که ببین من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم تو ماها و ماها و ماهاست که هی به من میگی من با سوزان قطع ارتباط میکنم من با این رابطه ما ادامه نمیدم من قول میدم بیام با هم زندگی بکنیم و من خسته شدم از این همه وعده و وعید تو تا پایان امسال فرصت داری که با سوزان رابطت رو قطع بکنی بعد از اون هم بیای و مثلا رابطه درست درمونی با هم دیگه داشته باشیم اگر این کار رو نکنی من واقعا نمیتونم تحمل کنم و این ارتباط رو قطع میکنم خب طبق معمول رفتارهای راجر دوباره شروع میکنه وعده و وعید دادن به سمینا که قبوله من ارتباطم با سوزان قطع میکنم من میام که اصلا یک سال نوی رو با یک ارتباط تازه شروع بکنیم دیگه همیشه با هم باشیم هیچی نتونه ما رو از هم دیگه جدا بکنه قول میدم و به واسطه این وعده و وعیدی که دوباره داده بوده راجر سمینا میپذیره که قرار ارتباطشون درست بشه دیگه میره توی منطقه بیرمنگام یک هتل خیلی خوبی رو رزرو میکنه دو شب برای شب کریسمس و فرداش از این اتاقای لوکس هانیمون ماه که غذا و نوشیدنی و دکور و اینجور چیزا داره برای اینکه یک شب عاشقانه ای رو به دوست به سرش بگذرونه و وارد یک فاز جدیدی از ارتباطشون بشن بدون اینکه دیگه کس دیگه توی ارتباطشون باشه اما خب از اونجایی که راجر رسما معتاد به دروغگوییه اینجا هم داره دروغ میگه نه تنها قصد نداره رابطش رو با سوزان و اون نفر سوم قطع بکنه حالا نفر سوم رو که اصلا خبر نداشته سمینا نه تنها قصدش این بوده که رابطه رو قطع نکنه بلکه میخواسته کریسمس رو هم پیش سوزان بمونه و حالا با حرفهایی که سمینا زده بوده کاملا احساس خطر میکرده خب این گفته بوده که من رابطم رو با تو قطع میکنم چه چی چیزی تضمین میکرده که این نره به بقیه به که با راجر بوده یا خبرش پخش نشه سوزان به فهمه. اون مدیر بالا دستیه که راجر با اون هم بوده با خبر بشه و کل مجموعه نگرانش کرده بوده میترسیده که یک الا سه دوست دخترش رو ناگهان از دست بده به خاطر همین هم به این فکر میکنه که من باید یک کاری بکنم خب چی کار کنم که دوست دخترم با هم کات نکنه آهان میکشمش یعنی قشنگ تنها راه حلی که به ذهنش میرسه همین گزینه بوده این هم باز در نوع خودش عجیب و غریبه شما برای اینکه دوست دخترت باهات کات نکنه که دوتا دوست دختر دیگت از این موضوع مطلع بشن تصمیم میگیری از بین ببریش و این با اختلاف یکی از احمقانه ترین تصمیم ها برای قتل تصمیم میگیره و خب میدونسته که تنها هم از پس این کار بر نمیاد دیگه چیکار کنم چیکار نکنم یه برادری داشته به اسم دیوید کوپر قبلا توی ارتش کار میکرده از ارتش اومده بوده بیرون یه جایی دورتر زندگی میکرده یک ساعتی فاصله بوده و خیلی هم برادرش رو دوست داشته خیلی راجر رو دوست داشته خب میره پیش دیوید و میگه که ببین دیوید من توی موقعیت خیلی بدیم من الان سه تا دوست دختر دارم یکیشون به من گفته که با یکی این سه تا کات کن بیا با من وگرنه من با قطع ارتباط میکنم من خیلی احساس خطر میکنم تصمیم گرفتم این رو بکشم نظر تو چیه؟ و دیوید هم میگه که من با هم نظرم خیلی تصمیم درستی گرفتیم به نظرم بریم بکشیمش پیدا کردن آدمی که حتی در تصمیم قتل هم از شما حمایت میکنه به نظر من دیگه خیلی نکته عجیب و غریبه ما قبلا پرونده هایی داشتیم که یک زوجی بودن که کاملا با هم دیگه جفت چفت شدن جفت نه چفت شدن و تصمیم گرفتن که برن با هم آدم بکشن اما این حالت که تو تصمیم گرفتی ناگهان بدون هیچ سابقه روانی و تربیتی من چیزی از کودکیشون پیدا نکردم اما الان که میبینم دوتا برادر با همدیگه یک همچین تصمیم گرفتم به نظرم عجیب و غریب نیست که اینا جفتشون تحت یک تربیت نادرستی بودن بری به یک کسی از فامیلت بگی که ببین من میخوام یکی از دوست دخترام بکشم تو میایم میگه آره خیلی تصمیمت درسته این خیلی چیز عجیبیه و واقعا راجر هم کسی رو تو زندگیش داشته دیوید هم میگه با موافقم بیا برنامه بریزیم این رو بکشیمش خب چیکار کنیم شروع میکنن به برنامه ریزی کردن برای یک قتل دقیق و بدون هیچ مدرک و شاهدی تصمیم میگیرن بعد از جشن کریسمسی که کاسکو برای کارمنداش برگزار می کرده این قتلشون رو عملی بکنن قصه این بوده که اوایل دسامبر این فروشگاه یک جشنی میگرفته برای کارمندا که تا مثلا نیمه شب طول میکشیده و بعدش هم آدم برمیگشتن سر خونه و زندگیشون این دوتا داداش میگن که اینکه یک خانومی نیمه شب در حالی که مثلا الکل مصرف کرده بوده از مهمونی می اومده بلایی سرش بیاد خیلی اتفاق عجیبی نیست پس چیکار کنیم بیا بزنیم این رو همون شب بکشیم تصمیمشون رو میگیرن روز 13 دسامبر یعنی ساعت اولیه 13 دسامبر مهمونی 12 بوده مهمونی تمام شده بوده و هر کسی رفته بوده دنبال زندگی خودش یک پیامی میده راجر به سمینا و میگه که بیا فلان هتلی که خیلی وقتها با هم میرفتن اونجا من یه سپرایزی برات دارم بیا اونجا اونجا همو ببینیم خب سمینا هم میره اونجا و توی لابی میشینه و هر زنگ میزنه اسمس میده به راجر راجر جواب نمیده منتظر نشسته بوده این گفته بیا من سپرایز دارم اصلا نمیدونسته چه خبره در نهایت بعد از اینکه یه ساعت بیشتر از یه ساعت میشینه میبینه این نمیاد پامشه میاد بیرون رو برمیگرده خود اما خبر نداشته که همین زمانی که توی هتل بوده دیوید کمین کرده توی پارکینگ و منتظره که زمانی که سمینه از ماشینش پیاده میشه یا میاد سوار ماشینش بشه اون رو بدزده ببره و به قتل برسونتش اما چیزی که حساب نکرده بودن این بوده که خب سمینا خیلی تو مهمونی الکل خورده بوده به واسطه همین هم با ماشین خودش نرفته بوده هتل تاکسی گرفته بوده تاکسی هم مستقیم آورده بودتش جلوی در ورودی هتل بیادش کرده بوده و مثلا چند ثانیه طول کشیده بوده تا این بره توی هتل بعد از اون هم اومده بوده بیرون دوباره همون جلو تاکسی گرفته بوده و دیوید هیچ فرصتی پیدا نمیکنه که این رو تنها گیر بیاره که بدوزدتش و خطر از بیخ گوش سمینا رد میشه و اون سعی و سالم برمیگرده خونش مثلا من نمیدونم که بعدا چه توجیهی میاره راجر برای اینکه اون شب نیومده این همه با ذوق گفته بیا برات نمیدونم سوپرایز دارم ولی هیچ خبری ازش نشده بوده اما خب برمیگرده و اینها رابطهشون رو هم ادامه میدن یه نکته عجیب و غریبی هم بگم زمانی که اینها توی پارکینگ بودن دیوید توی پارکینگ بوده راجر که اصلا نیومده بوده احتمالا پیش سوزان خونش بوده این دوتا داداش بن که با هم در ارتباط باشن از زبون رمزی استفاده میکردن و این زبون رمزی بر اساس شخصیت ها و اتفاقات جنگ ستارگان بوده یعنی شما ببینید که چقدر عجیب و غریبن بعد میزان هوش این دو نفر رو هم ببینید فکر نکنید که خیلی اینها با هوش و ذکاوت از این زبون استفاده میکردن و مثلا دیوید برای اینکه بگه پروژه شکست خورد برادرش رو خطاب میکرده ویدر و میگفته که مرگ ستاره کامل نشد خیلی این دوتا بردار آدم هایی با واقعا یعنی همچین زبونی رو انتخاب کردن هیچی خلاصه که سمینا برمیگرده رابطهشون ادامه پیدا میکنه معلومم نمیشه چه توجیهی میاره و همینجوری روزها میگذشته و در نهایت نزدیک کریسمس میشده و خب دیگه راجر خیلی احساس خطر میکرده و میخواسته شب کریسمس رو پیش سوزان باشه بالاخره تو خونه با هم زندگی میکردن نمیخواسته کدورتی به وجود بیاره از اون طرف سمینا رفته یک هتل گرفته گفته که بیا با هم باشیم و دیگه هر اتفاقی که قراره برای سمینا بیفته باید شب کریسمس بیفته خارج از این دیگه اصلا ممکن نیست اینجا بهترین زمانه این دو نفر با هم تنها به بقیه گفته که من دو شب نیستم کسی دنبالش نمیگرده پس دیگه گل تایم همون موقع است برنامه ریزی هاشون رو میکنن همه چیز آماده است میرسیم به به اصطلاح آخرین شیفت کاری این دو نفر توی کاسکو کارشون رو تموم میکنن ساعت چهار میان بیرون طبق معمول همه قرارهاشون هر کدوم میرن سوار ماشین خودشون میشن مثل یک روز معمولی راه میفتن اما نمیرن خونه هاشون از قبل وسایلشون رو برداشتن توی ماشین طبق معمول باز همه قرارهاشون میرن به یک فروشگاهی به اسم امندس میرن اونجا خرید میکنن خب یه بطری نوشیدنی الکل میخره سمینا یکم مزه و اسنک و اینجور چیزها میخره و وانمود میکنن که تصادفی اونجا همدیگر رو دیدن از فروشگاه میان بیرون ولی دیگه سمینا نمیره سوار ماشین خودش بشه میره وسایلش رو از ماشین خودش بر میداره میاد و سوار آودی راجر میشه و با همدیگه راه میفتن تا برن به سمت بیرمنگام و اون هتل رویایی که رزرو کردن قرار دو روز رو اونجا بگذرونن و خیلی بهشون خوش بگذره راه میفتن این وسط یهو یه راجر برمیگرده به سمینا میگه که ببین من یه سری کادوی کریسمس برای اعضای خانوادم گرفتم اگر اشکالی نداره وسط راه بریم به لستر جایی که برادر من دیوید اونجا زندگی میکنه من این وسایل رو بدم به اون و برگردیم و بریم هتل یه فاصله یک ساعته ای بوده تا جایی که میخواستن برن ولی سمینا خیلی خوشحال میشه این اولین باری بوده که قرار بوده یکی از اعضای خانواده راجر رو ببینه برادر دوست پسرش شاید در آینده برادر شوهرش خیلی از این قضیه خوشحال بوده میگه که اوکی بریم این مسافت یک ساعته رو میان حدود ساعت های مثلا پنج پنجانی میرسن دم به در خونه دیوید به بهانه اینکه من قرار هدیه های کریسمسی که خریدم رو بدم توی مسیر هم تا وقتی که برسندم در خونه دیوید سمینا هی با خواهرش اسمس می دادن به هم که آره مثلا همو می بینیم 26 دسامبر همو می بینیم 26 هم اینها یک جشن خانوادگی داشتن که طبق روسون همشون دور هم جمع می شدن برای هم کادو می گرفتن غذا می خوردن خوراکی می گرفتن اصلا کاری هم با اتفاقات دیگه که در جریان بوده نداشتن اینها قرار خانوادگیشون 26 دسامبر بوده و مطلقا کنسل نمی شده یعنی هر سال این اتفاق تکرار می شده این خبرها رو به خواهرش میده که آره من دارم میرم جایی همچنان هم دوست پسرش دوست پسر پنهانیشه هنوز به خواهرش نگفته 26 هم میبینیم همون میان و میرسن دم خونه دیوید هر دو از ماشین پیاده میشن میان در میزنن وارد خونه میشن و من فکر میکنم که دیوید ثانیه فرصت نمیده به سمینا و به محض اینکه وارد خونه میشن دیوید و راجر هر دو سمینا رو میگیرن خیلی مقاومت میکنه میخوابوننش روی زمین چیزی که اینجا دردناکه یه ذره از حوادث بذارید بیا مقب یک کوچولو اجازه بدید ذهنیت خودم رو هم بگم یک دختری دو سال با یک آقایی توی رابطه عاشقانه است و بهش اعتماد داره اون رو میاره خونهش باهاش میره بیرون و ناگهان وقتی که فکر میکنه قرار خوشحال ترین شب این دو سال رو با هم داشته باشن وارد یک خونه ای میشه و میبینه همین دوست پسره و برادرش دست و پاش رو گرفتن و میخکوبش کردن به زمین اون لحظه به چیا فکر میکنه احتمالا سانی های اول فکر میکنه شوخیه بعد میبینه که جدیه چقدر فکر میکنه قرار بکشنش چقدر فکر میکنه که موضوع یک تجاوز یک دزدیدن یک اخخازیه احتمالا همه ی این فکرها داره توی صدم ثانیه توی ذهن سمینا رد میشه و نمیفهمه که چه اتفاقی افتاد نگهش میدارن و این نکته رو بگم که سمینا 156 سانت قدش بوده و برادران کوپر 190 تا 2 متر یعنی اینا حدودا نیم متر قد بلندتر از سمینا بودن میگیرنش روی زمین میخوابوننش قبلش چند روز قبلش دیوید از ای بی دیویس میلی گرم کلوروفورم خریده بوده کلوروفورم اساسا اگر دیده باشید برای بیهوش کردن استفاده میشه اما بسیار ماده سمی و خورنده ای اگر خیلی نگه داشته بشه ممکنه منجر به مرگ بشه حتی اگر رو دست بریزه حجم زیادیش ممکنه باعث سوختگی دست بشه یه جایی اون وسط دیوید سمینا رو رها میکنه وقتی که مطمئنه که راجر محکم نگهش داشته میره تو آشپزخونه و یک دستمال آشپزخونه ای برمیداره و از اون کلوروفرم در مقدار خیلی زیاد روی این دستمال میریزه توی مدت راجر سمینا رو بلند میکنه میاره روی مبل و همچنان نگهش داشته نمیدونم چه حرفهایی سمینا بهش زده التماس کرده پرسیده که داره چه اتفاقی میفته اما فقط شوکس دیگه یک آدمی تو رو نگه داشته بر میگرده دیوید اون دستمال کلوروفورم رو میذاره روی دهن سمینا و نگه میداره خودش رو نگه داشتن دستمال رو نگه داشتن انقدر این کار رو تکرار میکنه انقدر اون رو نگه میداره تا در نهایت سمینا بیهوش میشه و از حال میره بعد از این اتفاق احتمالا منجر به مرگش هم همون کلوروفورم بوده بعد از این اتفاق رهاش میکنن میان عقب راجر توی فاصله کوتاهی تلفن همراه سمینا رو بر میداره میره سوار ماشینش میشه و برمیگرده خونه دوست دخترش تا شب کریسمس رو اونجا بگذرونه تلفن همراه رو برداشته بوده برای اینکه با یک روشی اتهامات رو از روی دوش خودش برداره اما روشی که انتخاب کرده یکی از احمقانه ترین روش که من در طول بررسی پرونده های جنایی دیدم شروع میکنه از تلفن همراه سمینا به خودش یک پیام دادن و توی این پیام می نویسه که من دیگه بریدم میرم جایی که بهشون همیت بدم خیلی عجیبه شما یک رابطه ای رو کاملا پنهان کردید از بقیه و بعد رفتید یک آدمی رو زدید کشتید بعد یک پیامی از گوشی مختول برای خودتون میفرستید که توش به این موضوع اشاره میکنید که با هم دعواتون شده پس انگیزه دارید و آخرین نفری بودید که مختول رو دیدید یعنی مهمترین گزینه هایی که پلیس میخواد برای اینکه به کسی مزنون بشه رو دو دستی دارید تقدیم پلیس میکنید چرا اون لحظه ای که این گوشی دستت بود چه میدونم به خواهر سمینا پیام ندادی که من یه مدتی میرم بیرون شهر چه میدونم پیام ندادی که کاش امروز همو میدیدیم دلم برا تنگ شده بود دقیقا دو تا نکته یعنی انگیزه و آخرین نفر بودن رو داری میدی به پلیس این خیلی عجیب و غریبه یعنی داری میگی که ما با هم دوامون شده و ما آخرین بار همو دیدیم این خیلی عجیبه یعنی من نمیدونم یک آدمی چقدر میتونه فکر نکنه و یک کاری انجام بده این کار رو انجام میده پیام رو میده خودش هم به گوشی خودش دیگه جوابی نمیده و برمیگرده خونه برمیگرده میاد خونه پیش دوست دخترش و اون شب رو پیش دوست دخترش میمونه صبح روز بعد هم اول صبح یک پیام کریسمس مبارک میفرسته برای موبایل سمی توی همین زمانی که راجر داره برمیگرده خونه پیش سوزان و پیش دوست دختر اولش دیوید داره آماده میکنه همه چیز رو که جسد سمینا رو یک جایی حالا سر نیست کنه که کسی پیدا نکنه میاد اون رو سلفون پیچ میکنه کامل سلفون میپیچه روش از این پلاستیکای نازک میپیچه روش و یک کیسه خوابی داشته که مربوط به دوران ارتشش بوده این کیسه خوابه رو میاره باز میکنه جسد رو میذاره داخل اون یک زمین بزرگی داشته که مال خودش بوده و مثلا اجازه داشته که توش سبزی کاری کنه گیاه اینجور چیزا بکاره و این کار رو هم کرده بوده خب از نظرش این زمین آخرین جایی بوده که کسی میخواسته اونجا رو بگرده دیگه هیچ چیزی که وجود نداشته مدرکی که وجود نداشته میاد میره توی این زمین یک قبر کم عمق میکنه و جسد سمینا رو با همون کیسه خواب توی زمین دفن میکنه و روش رو میپوشونه برمیگرده خونش یه ذره خونه رو ترتمیز میکنه و منتظر دوست دخترش میشه تا برای شب کریسمس بیاد خونش باز همین دردناک دو تا برادر زدن یک نفری رو کشتن دفنش کردن و حالا میخوان یک شب خوب رو کنار دوست دخترشون بگذرونن دخترایی که حتی نمیدونن با یک قاتل در ارتباطن یکی دو روز بعد از اینکه فکر میکنم یه روز بوده بعد از اینکه سمینا کشته شده این دوتا تا تازه میفهمن که ما یه سوتی دادیم ماشین سمینا هنوز پارک توی خیابون و ما ماشین رو اونجا رها کردیم چیکار کنیم چیکار نکنیم خیلی خب بعد بریم ماشین رو هم سرونیست بکنیم راجر میره سوار ماشین میشه و ماشین رو میبره به یک جاده 65 مایل دورتر از جایی که ماشین رو گذاشته بوده یعنی پارک کرده بوده سمینا و سوار ماشین راجر شده بوده میره اونجا ماشین رو میذاره از ماشین پیاده میشه تمام اثر انگشت ها و نشونه هایی که توی ماشین بوده رو پاک میکنه و برمیگرده خونه برمیگرده خونه و میرسیم به روز 26 دسامبر همون روزی که قرار بوده یک جشن خانوادگی برگزار بشه اعضای خانواده سمینا دور هم دیگه جمع بشن و کریسمس رو با دادن کادو و غذا خوردن جشن میگیرن و خبری از سمینا نمیشه خانواده شروع میکنن پیام دادن، زنگ زدن، هیچ خبری از سمینا نیست. شروع میکنن پیگیری کردن که اون کجاست. دوستاش، آشناهاش خب نمیدونستنم که با کی در ارتباطه. هیچ کسی ازش خبر نداشته. همه اینها در نهایت باعث میشه که انقدر نگران بشن که پاشن برن دمه در خونش. میدونید سمینا کلا آدمی نبوده که بی خبر جایی بره، به کسی نگه جایی بره. و کاری کنه که بقیه نگرانش بشن پا میشن میرن دم خونهش هر هرچی در میزنن میبینن خونه هم نیست دیگه خیلی جدی جدی نگرانش شده بودن تماس میگیرن با پلیس تا گزارش مفقودی سمینا امام رو ثبت بکنن اما پلیس عموما خیلی عجله نداره که دنبال آدم های بزرگ سال بگرده بهشون میگه که این زمانی که دارید میگید گم شده زمان درستی نیست زمان کافی نیست و خب سمینا یک زن بالغ و بزرگه به خاطر همین هم ما فعلا نمیتونیم دنبالش بگردیم پلیس اندازه خانوادهش سمینا رو نمیشناخته که خانوادهش مطمئن بودن اتفاق بدی افتاده و خاطر همین همین پیگیری رو ادامه میدن توی این فاصله که پلیس میگه که ما فعلا نمیتونیم دنبال یک آدم بالغی بگردیم که چند روز برنگشته اونا خودشون شروع میکنن گشتن به دوستا، آشناها، همکارا همه زنگ میزنن و هیچکس از سمینا خبر نداشته. در نهایت اولین روز کاری بعد از تعطیلات کریسمس شروع میشه و خانواده مطمئن میشن که سمینا محل کارش نرفته. دوباره با پلیس تماس میگیرن و اینجاست که دیگه برای پلیس هم قضیه مشکوکه و وارد ماجرا میشه. توی مرحله اول میرن خونش رو میگردن متوجه میشن که خب توی خونش چیز مشکوکی وجود نداره. مثلا چمدون بزرگی پر وسیله از خونه خارج نشده یا نامو یادداشتی توی خونه گذاشته نشده که من دارم میرم مثلا نمیخوام ببینمتون رو از این حرفها خونه نشون میده که یک آدمی رفته بیرون و قرار بوده به زودی برگرده چیز مشکوکی توی خونه وجود نداشته این زمان پلیس میره سراغ یک برنامه یک در حقیقت یک مجموعه یک کاملی به اسم کرایم استاپرز که اینها برنامه تلویزیونی داشتن توی سراسر سر بریتانیا پوستر پخش میکردن میومدن اطلاعات فرد گم شده ماشین فرد گم شده همه اینها رو منتشر میکردن و در حقیقت یک شبکه اطلاع رسانی گسترده بوده برای اینکه راجع آدم های گم شده اطلاعات منتشر بکنه من سرچش کردم دم هنوز هم حالا مثلا سایتشون اینها هست البته که مال سال 2015 2014 خیلی دور نیست طبیعیه که باشه همچنان سایت اینها کارشون کمک کردن به خانواده قربانیانیه که گم شدن شروع میکنن منتشر کردن اطلاعات در نهایت در چهار ژانویه ده یازده روز بعد از قتل سمینا یک آدمی تو این جاده محلی که ماشین اون پارک شده بوده داشته میرفته و یهو متوجه میشه که این بی که اینجا پارکه چند روزی هست که اینجاست و چقدر برای من آشناست به پلاک دقت میکنه به مدل و رنگ دقت میکنه تازه دوزاریش میافته که این همون ماشینیه که هی توی تلویزیون دارن راجبش صحبت میکنن هی توی رسانه ها دارن در موردش حرف میزن که آقا اگه این ماشین رو دیدید بیایید اطلاع بدید همون چهار ژانویه تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که من ماشینی که صحبت میشه ازش رو پیدا کردم پلیس میاد و شروع میکنه بررسی کردن ماشین ماشین توی یک جاده خیلی دور پارک شده عجیب و, قریب و اما عجیب و غریب تر از ماشین اینه که هیچ اثر انگشتی روی ماشین وجود نداره. اگر خود سمینا سوار ماشین شده و ماشین رو آورده اینجا باید اثر انگشتش روی دستگیره در باشه روی فرمون باشه روی دنده باشه ولی هیچ جا نیست. پس این نشون میده که یک نفری همه یه مدارک رو پاک کرده همه ی اثر انگشت رو پاک کرده. نکته دیگه ای که پلیس متوجهش میشه و خیلی هم نکته مهمیه اینه که یادتونه گفتم سمینه 156 سانت قدش بود. کسی که پشت فرمون بوده خیلی قد بلند بوده به خاطر اینکه صندلی رو خیلی کشیده بوده عقب و محال بوده که توی این جای صندلی سمینا اصلا بتونه رانندگی بکنه. پس خود سمینا نبوده که ماشین رو آورده خارج شهر. احتمالا یک مرد قد بلند بوده. این احتمال رو هم برای همین میدن که تعداد خانوم هایی که قد 190 تا 2 متر دارن خیلی کمتر از مرد اینا احتمال رو میذارن روی این قضیه که قاتل مرده. پلیس همزمان درخواست داده که اطلاعات تلفن همراه سمینا رو هم از اون شرکتی که سیم کارتش اونجا بوده بگیره اینکه حالا مثلا کجا بوده آخرین پیامهاش چی بوده همه هم میدونستن آخرین باری که سمینا زنده دیده شده توی کاسکو بوده بعد از اینکه شیفت کاریش تموم میشه میاد بیرون و میره دنبال زندگیش برای تعطیلات کریسمس همزمان اطلاعات تلفن همراه سمینا هم میرسه دست پلیس و خب همون اول پلیس میبینه که آخرین پیامی که داده شده به یکی از همکاراشه که همه فکر میکنن فقط همکارشه اما لحن پیام نشون میده که قضیه بیشتر از همکاریه خب مثل اینکه راجر کوپر یک سر و سری سر با سمینا داشته بهش میگن که برای یه تعدادی سوال بیاد داره پلیس و اون میاد توی مرحله اول وقتی میشینه روبروی مامورای پلیس شروع میکنه به گفتن این قضیه که آره ما رابطه یا عاشقانه که نه صرفا ما هم رابطه جنسی داشتیم و آخرین باری هم که من دیدمش توی همون فروشگاه بود بعدش اومدیم بیرون و هرکی رفت به کار خودش خیلی عجیبه تو خودت از گوشی سمینا پیام دادی به گوشی خودت که من دارم میرم جایی که بهشون اهمیت میدم یعنی خودت گفتی که ما بعد کاسکو همون دیدیم چطور الان تو روی پلیس داری دروغ میگی خب خودت این کارو کردی پلیس وقتی میبینه که این داره اینجوری حرف میزنه میاد اون پیام رو رو میکنه و میگه که ببین با احمق که طرف نیستی این پیام نشون میده که شما بعد از اینکه توی فروشگاه با هم بودید همدیگر رو دیدید اصلا این آدم رفته بوده نوشیدنی خریده بوده یک هتل رو برای دو نفر رزرو کرده بوده هیچ وقت نرسیده به اون هتل و تنها کسی که طبق اطلاعات تلفن باهاش در ارتباط بوده تویی پس تو بودی که قرار بوده اون شب باهاش بری هتل پس یک بار دیگه دیدیش وقتی که این حرفا رو پلیس میزنه به راجر حرفش رو عوض میکنه یعنی خودت یک سناریویو چیدی اما خودت تو روی پلیس نگاه میکنی و دروغ میگی به پلیس میگه که آره من دروغ گفتم ببخشید من چون آخرین نفری بودم که سمینا رو دیدم خیلی میترسیدم که برام درد سری بشه به من شک بکنن به خاطر همین دروغ گفتم قصه اینه که آره ما با هم یه رابطه ای داشتیم همچنان هم نظرش اینه که رابطه جدی نبوده قرار بوده که شب کریسمس با هم بریم هتل همدیگر رو دیدیم بعد از شیفت کاریمون توی یک پارکینگی بودیم با هم صحبت میکردیم دعوامون شد او من رو از ماشین پیاده کرد وسایلم و داد به هم و رفت بعدش هم این پیام رو داد ولی خب من جوابش رو ندادم برای اینکه حالا عصبانیتش فروکش بکنه و اینها دیگه صبح روز بعد بهش کریسمس رو تبریک گفتم پلیس میدونسته که این داره دروغ میگه میدونسته که یه چیزی در مورد این آدم درست نیست میاد اطلاعات موبایل خود این آدم رو هم بررسی میکنه میبینه که موبایل سمینا اون شب تا لستر رفته و برگشته و موبایل راجر هم تا لستر رفته و برگشته پس حرفی که راجر داره میزنه اشتباه دروغه نمیتونسته اینها همونجا بعد از محل کار یه جای همدیگر رو دیده باشه اینها قطعا یک مسیر طولانی رو با هم رفتن و برگشتن بعد از بررسی این قضیه لستر رفتن و اومدن پلیس میاد با خانواده سمینا صحبت میکنه تا ببینه که این دوستی توی لستر داره یا نه خیلی میتونسته سر نخ خوبی باشه اما با خانواده حرف میزنه با دوست آشنا با همه حرف میزنه و بلا استثنا همه میگن که نه ما اصلا کسی رو نمیشناسیم توی لستر و قطعا خود سمینا هم کسی رو نمیشناخته ما میدونیم که کسی رو اونجا نداشته خب پلیس الان میاد راجع به خود راجر تحقیق میکنه دیده که این دروغ گفته دیگه به نظر مزنون خوبی میاد اگه با هم دعواشون شده باشه پس انگیزه داره رابطهشون هم که پنهانی بوده چه تحقیقات اولیه مشخص میشه که بله جناب راجر یک برادری داره که توی لستر زندگی میکنه و قبلا توی ارتش بوده و این داداشه یک زمین بزرگی اونجا داره که به نام خودشه خب الان سرنخ که پلیس داره چیه اینه که بره اون زمین خالی رو بگرده اون زمین بزرگ رو بگرده حالا که به احتمال زیاد دیگه سمینا زنده نیست با توجه به پیدا شدن وضعیت ماشین و اینها دیگه احتمال میدادن که زنده نباشه بهترین گزینه اینه که بریم این زمین رو بگردیم یک آلمه از نیروهای پلیس بریتانیا یک آلمه نیرو با سگی یک آلمه نیروی متخصص مثلا کارای پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرم و اینا میرن و شروع میکنن سانت به سانت اون زمین بزرگ رو گشتن خیلی نمیگذره که یک گوشه ای از کیسه خواب از خاک اومده بوده بیرون و یکی از این مامورا پیداش میکنه شروع میکنه زمین رو کندن میرسن به کیسه خواب بازش میکنن جسد سلفمون پیچ سمینا توی کیسه خواب بوده و در حال پوسیدن اونجا دیگه تکلیف مشخص زمین به نام کیه به نام دیویده خب تلفن همراه کی تا این منطقه اومده بوده قطعا تلفن همراه راجر و این دو نفر باید دستگیر میشدن هفته ژانویه 2015 دیوید کوپر و راجر کوپر به اتهام قتل سمینا امام دستگیر میشن و میارنشون به اداره پلیس. شروع میکنن گشتن خونه هاشون خیلی امیدی نداشتن که توی خونه راجر چیزی پیدا بکنن یادتونه که گفتم با دوست دخترش زندگی میکرد و اصلا پای سمینا تا حالا به خونش باز نشده بود واقعا هم همین میشه چیزی توی خونهش پیدا نمیکنن یعنی تنها چیزی که امیدوار بودن پیدا کنن تلفن همراه سمینا بوده که احتمالا یک جایی انداخته بودتش دور به خاطر اینکه تلفن همراه هم پیدا نمیشه اما قصه در مورد خونه دیوید متفاوته توی خونه دیوید نمیتونن خیلی مدرکی در مورد حضور سمینا پیدا بکنن اما میتونن بطری نوشیدنی الکلی که سمینا از اون فروشگاه امنس خریده بوده که با دوست پسرش بره یک هتل و یک شب عاشقانه بگذرونه رو توی یخچال خونه دیوید پیدا میکنن اون اسنک و خوراکیایی هم که برای مزه خریده بوده رو توی کابینتش پیدا میکنن یعنی دیوید نه تنها این زن رو کشته بوده که خوراکیاش هم برداشته بوده که بعدا بخوره خیلی آدم عجیبیه خب اینها ثبت شده بوده توی اون فروشگاه مندم که اینها رو سمینا خریده و اینها خب مدرکی بوده مبنی بر اینکه که سمینا توی این خونه بوده دیگه اومده بوده اینجا به دیوید میگن که ببین اعتراف کن دیگه ما این مدارک رو از خونه ای تو پیدا کردیم تو قطعا سمینا رو دیدی اون روز و شروع میخونه تعریف کردن داستانش میگه که اون شب من خونه تنها بودم که یهو شنیدم که یه کسی محکم داره به در میکوبه من خیلی آدم اجتماعی نیستم حوصله ندارم که با آدم و در ارتباط باشم دروا کردم نکردم دیدم که این همچنان داره میکوبه به در و خیلی محکم در میزنه دیگه در نهایت بعد از چند دقیقه رفتم در وا کردم و دیدم که سمیناست میگه من زن رو میشناختم این با برادرم رابطه جنسی داشت دقت کنید که هر دو نفر اینها در مورد رابطه سمینا با راجر میگن که صرفا رابطه جنسی داشت نمیگن که یک رابطه دوستی داشتن یاره این کسی بود که همکار برادرم بود منم میدونستم که با هم میخوابن اومده بود پشت در و از یه چیزی عصبانی بود میخواست راجر رو ببینه آدرس خونه راجر رو نداشت اومده بود اونجا و همش داد میزد میگه همش فریاد میزد همش دعوا می کرد من خواستم ساکتش کنم اما نمیتونستم این خودش هم نکته عجیبیه دیگه آدرس خونه تو رو توی یه منطقه دیگه ای داشته ولی آدرس خونه خود راجر رو نداشته میگه که اومد من, من خیلی سعی کردم آرومش کنم هی بهش میگفتم که ساکت باش من زنگ میزنم به راجر دیوارای خونه من نازکه من همش میترسیدم که همسایه ها با خبر بشن و من همش میگفتم که ساکت باشم و اون ساکت نمیشد میگه توی کیف لوازم ارتشم یک مقداری کلروفرم داشتم زمانی که این داشت داد میزد و ساکت نمیشد رفتم کم از این کلروفرم رو ریختم روی پارچه آوردم جلوی دهنش نگه داشتم تا فقط ساکت بشه اما تصادفی اون رو به قتل رسوندم نمیدونستم که با این کارمون کشته میشه من قصدش رو نداشتم فقط میخواستم ساکت بشه تا راجر برسه و مشکلشون رو حل بکنن و خیلی از این قضیه ناراحتم خب ببینید اینجا باید این نکته رو در نظر بگیریم که درسته که این حرفها رو میزنه و الان پلیس یک اعتراف قتل داره اما توی آزمایش سمینا مشخص میشه که مقداری بیش از حد استاندارد جیوه، آرسنیک، قل اینجور چیزا توی خونش وجود داشته و اینها به شکل مایع وارد بدنش شده بوده یعنی احتمالا بعد از اون بیهوشی با کلوروفورم این مواد سمی رو به بدنش تزریق کرده بوده درصدشون بالاتر از حد نرمالی بوده که ممکنه توی بدن یک نفری وجود داشته باشه اما اینجا فقط اعتراف میکنه که نه من کلروفرم رو روی دهنش نگه داشتم و اون مرد میگه ساعت بین پنج تا شیش و بعد از ظهر بود من یه دوستی داشتم به اسم بن خیلی ترسیده بودم زنگ زدم به این بن گفتم بیا یه فکری برای این جسد بکن و این رو دفن بکن باز نکته عجیب اینه که دیوید داره کامل قتل رو گردن میگیره و هیچ چیزی رو گردن برادرش نمیندازه اما از اونجایی که اطلاعات تلفن همراه اینها دست پلیس بوده اینا نمیتونستن همه چیز رو هم کتمان بکنن دیگه مشخص بوده که قرار راجر بیاد خونه دیوید پیام های اینها ده روز قبل که میخواستن توی پارکینگ بکشن سمینا رو هنوز توی گوشی بوده اطلاعات تلفن همراه راجر اینکه اون شب اون مسیر رو اومده چه زمانی تلف کرده و بعد برگشته در اختیار پلیس بوده و به واسطه همه این مدارک پلیس نمیتونه اعتراف دیوید رو در مورد اینکه قتل رو گردن میگرفته بپذیره اونها قطعا راجر رو هم در این جرم شریک میدونستند. در آگوست 2015 دادگاه های اینها برگزار میشه به اتهام قتل درجه اول و توی دادگاه ها اول دای بیگناهی میکنن هر دوشون اما بعد از یک مدتی دیوید میپذیره که بنی وجود نداره و من خودم بودم که جسد رو دفن کردن با توجه به مدارکی که در دادگاه ارائه میشه هر دوشون برای جرم قتل درجه اول یعنی در حقیقت قتل از پیش برنامه ریزی شده گناهکار تشخیص داده میشن و به زندان با حداقل سی سال محکوم میشن یعنی بعد سی سال گذروندن زندان تازه میتونن درخواست آزادی مشروط بدن دادستان توی دادگاه اطلاعات زیادی در مورد روند دادگاه های این دو نفر منتشر نشده اما یک حرفی از دادستان منتشر شده که توی دادگاه میگه که توی دوره‌ای که کار کردم این قتل از پیش برنامه ریزی شده حساب شده ترین و بیرحمانه ترین قتلی بوده که من دیدم میگه دو تا برادر از ده پونزه روز قبل شروع کردن هی hey, برنامه ریزی کردن برای کشتن یک نفر یک آدمی که خیلی واضح از نظر فیزیکی از اونها ضعیفتره و اون رو به قتل رسوندن بعدش هم حتی ذره عذاب وجدان نداشتن هیچ وقت چیزی از ناراحتی توی زندگیشون تا زمانی که دستگیر شدن بروز ندادن و اینها جزو بیرحمترین آدمهایی بودند که من دیدم اما چیزی که مسلمه اینه که زندگی سمینا به خاطر یک رابطه اشتباه به خاطر اعتماد به یک آدم اشتباه تموم میشه و در شب کریسمس برای همیشه خانوادهشون رو از دست میدن پرونده امروز تموم شد من هرچی که پیدا کرده بودم در موردش رو بهتون گفتم میگم اطلاعات کمی در مورد دادگاه و گذشته افراد وجود داشت اما خب پرونده عجیب بود قاتل ها آدم های عجیبی بودند. قبل از اینکه برم به اون بخشی که اگر نظری دارید حتما برای من کامنت کنید یک توضیح بدم که این پشت من در طول اجرا شما هی hey, نوری رو دیدید که می اومد و میرفت و من وسط روز دارم این ویدیو رو ضبط میکنم کنم و خورشید بازیش گرفته هی hey, میره میاد و به خاطر اینکه سمت چپ من پنجره است هی این نوره میافتاد و میرفت ازتون عذر میخوام بابت این اتفاقی که هی میافتاد دست من نبود تصمیم کامل خورشید بود اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای ما کامنت کنید من خوشحال میشم که نظراتتون رو ببینم و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید به خاطر اینکه لایک های شما خیلی به ما کمک میکنه شاید خودتون ندونید اما به بزرگتر شدن چنل ما کمک میکنه و اگرم کسی رو میشناسید که از این ژان ویدیوها دوست داره ما رو بهش معرفی کنید. دمتون گرم که همراهمون بودید و امیدوارم که روزگار خوشی داشته باشید.